بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامی امارات د نړیوالو ټولنې لخوا د حکومت په لوړپوړو چارواکو پر سفرونو د بندیزونو روان ساتل ظالمانه او ناعدالانه بللی دي. د اسلامی امارات مرستیال ویان په هیواد کې شته ستونزې د امریکا او نړیوالو ټولنې لخوا د افغانستان پر نوي حکومت د لګول شویو ناعدالانه بندیزونو له کبله بولي او ټینګار کوي که چېرته نړۍ غواړي له اسلامی امارات سره تعامل او ښې اړیکې ولري، ژر تر ژره دې دغه محدودیتونه لری سي. سلامونه، وخت مو بخیر. زه صفت الله امیدم. تاسو له ژوندون تلویزیون څخه د ژور لیدونو خپرونې لیدونکي استئ. زما سره په نننۍ بحث کې د افغانستان د واحد ملت د یووالي د بهیر مشر ډاکټر زلمی افغانیار، د نړیوالو اړیکو پوه واحدالله فقیر میلمانه دي. دواړه میلمنو ته په خپرونه کې راغلاست وایم. غواړم بحث له افغانیار صاحب څخه پیل کړم. ښاغلی افغانیار، ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. چرا محدودیت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حرمت خدمت شما جناب امید صاحب، خدمت مهمان در بس جناب فقیری صاحب، و سلام تک سلام میخوام داشته باشم خدمت ملت افغانستان در هر گوشه از جهان هستی که هستن. امیدوار هستم آرام و صحتمند باشن. برای حلقه مردان روزگار نوین حیات بی تپش و خفته مایه ننگ است. خب محدودیت بر مبنای منافع هست. امروز هم اگر حکومت فعلی افغانستان و در گذشته هم اگر آمدن خارجی ها در افغانستان بوده، بر مبنای تعریف منافع و تطبیق عمق استراتژیک منافع کشورهایشان در سیاست گذاری در افغانستان بوده و زمانی که جمهوریت رفت و امارت در افغانستان حاکمیت گرفت، طبعا خارجی ها بر مبنای منافع خود که در طول دهه ها از طریق جنگ ها در کشورها و مدیریت جنگ ها او کسب می کردن، می خواهند که باز او مدیریت بکنند و برنامه فکری داشته باشند. امروز اگر مبنای صحبت بر مبنای ازی هست که تعامل و روابط دیپلماتیک حسنه افغانستان با جامعه جهانی باشه و در طول یک سال و چند ماه گذشته که حکومت فعلی بارها و به کرات هم به سازمان ملل، هم به جامعه جهانی، هم و به کشورهای همسایه و فرامنطقوی اعلام کردند که پالیسی ما جنگ افروزی علیه کشورهای منطقه و دنیا نیست، آیا کشورهای دنیا و منطقه ای را قبول کردند؟ قبول نکردند. اگر ما تاریخ را ورق بزنیم، بر بگردیم به 21 سال قبل، زمانی که امریکایی ها در رأسشان تحت نام ناتو به افغانستان آمدند و لشکرکشی کردند، ایجا حضور پیام رساندند تحت نام مبارزه با تروریسم و تروریست ایجا حضور داشتند. بعد از 20 سال که از افغانستان رفتند، باز هم حوزه 15 امنیتی را یک فامیل را او شهید ساختند که ما آمدن ایجا القاعده را زدن یا داعش را زدن. بعد از گذشت چند ماه گفتند که یک اشتباه بشری بود. زمانی که او در طول 20 سال نتوانستند بر مبنای برنامه ای که به افغانستان آمده بودند او تطبیق بکنند، به همو اساس یک پالیسی را او آمدن مدیریت کردند. هدفشان این بود که یک حکومت را بسازن متفق از جمهوریت و امارت و مدیریتش را زلمه خلیلزاد میکرد. زمانی که طرح و پالیسیشان با رفتن اشرف غنی از افغانستان به هم خورد و افغانستان از همون جنگ های نیابتی دو جبهه جنگ جور نشد، هدفشان این بود که جنگ ها بیاید در عقب دروازه های کابل به سروبی، به چهاراسیا، با پغمان استاد شوه و کلانشهر بخشین کلانشهرای افغانستان مورد تاخت و تاز گروپ ها قرار بگیر نشد. او آمدن همون فشارهای سیاسی را اضافه ساختن و به اساس ادامه فشارها، زمانی که شما دیالوگ میگین، صحبت میگین، وقتی که شما خودتان میان وضع ممنوعیت ها میکنین، پس چطور با شما گفتگو شوه و چطور با شما حل تفاهم شوه بر مبنای منافع دو طرفه؟ پس اینجا معلوم هست و از یک طرف که شما اگر منافع خود را میخواین، خب باید منافع افغانستان میجا باشه. درست آقای افغانیار، معاون سخنگوی امارت اسلامی میگید که این محدودیت ها ظالمانه است و ناعادلانه است. وقت همین طور است؟ اگر معاون سخنگوی امارت اسلامی بر مبنای طرح و پالیسی حکومتداری را مطرح بحث قرار میده، ما و شما به عنوان شهروندا و صدای مردم خود ایره میگین امروز در جغرافیای به نام افغانستان حاکمیت بر امارت اسلامی هست. و وقتی که جامعه جهانی هم رابط میخواد، رابط دیپلماتیک و سیاسی میخواد و میخواد با رابط سیاسی و دیپلماتیک هم منفعت اقتصادی و تجارتی و هم تمام موضوعات خود داشته باشه، خب این یک دیالوگ و گفتگو رو باید داشته باشن. وقتی که سفر کرده نمیتونن، وقتی که با شما نشست نمیتونن، چطور دیالوگ شوه؟ بس مورد قضیه دو جانب قضیه است، جامعه جهانی و امارت اسلامی. آن شرایطی که جامعه جهانی یا کشورهای جهانی و گذاشته بر امارت اسلامی، چقدر وقت هر دو جانب قابل ملاحظه است؟ باید قابل ملاحظه صورت گیرد که امارت اسلامی چی میخواهد و جهانیان چی میخواهد. خب مشخص است امارت اسلامی میگه که مبنای حکومتداری ما در افغانستان بر مبنای تطبیق شریعت است. جامعه جهانی و میگن که ما از شما خواسته هایی رو دارن بر مبنای تطبیق اصل دموکراسی.
اما امروز آیا جامعه جهانی بر اساس خواسته هایی که بر ما و شما میخواهند عمل کردن؟ زمانی که میگه اقلیت های قومی، مذاهب، حقوق زن، دموکراسی، اطفال در طول 1.5 سال گذشته که حاکمیت امارت اسلامی هست به ده ها و به صدها هزار مردم افغانستان با فقر مواجه هست. همو سازمان ملل و جامعه جهانی اعلام میکنه که 20 میلیون مردم افغانستان با فقر مواجه هست، 6 میلیون اطفال افغانستان با فقر مواجه هست. آیا در راستای مبارزه با فقر رو چی کردن؟ اگر آمدن کمک هایی هم او آمدن صادر کردن به افغانستان، بیشتر از 70% کمک ها هم بازم مصارف اکمالاتی دفترهایشان، انجوهایشان و کارمندهایشان میشه. آیا او ایر اجازه دادن که حکومت فعلی افغانستان با او رابطه داشته باشه؟ خب طبعا که چنین نکردن. و از طرفی زمانی که بر ملت افغانستان شما میخواین که آزاد باشن، آرام باشن، در ذهن آرام داشته باشن، پس بگذارین خواسته ملت افغانستان از طریق خود ملت افغانستان به حکومت حاکم برسه، که مردم از حکومت خود بخواین که بر مبنای اصل دموکراسی، دین اسلام خودیم دموکراسی هست. زمانی که بلال حبشی بر بام خانه کعبه یک سیاه‌پوست است، او میره اذان میده، این اصل دموکراسی نیست. زمانی که زن زنده به گور میشد 1444 سال پیش، دین اسلام آمد گفت زن را شما زنده به گور نکنین. زمانی که بر ما میگن حقوق زن، زمانی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از تجارت خانم خود میای او محافظت میکنه و راوی احادیث حضرت رسول الله خانمش هست، خب مشخص از جایگاه علم و معرفت و کسب دانش و حق زن و حق مرد و حق دختر و حق فرزند کجا هست. و حکومت فعلی که ما حکومت ما بر اساس اصل موضوعات اسلامی و دینی هست. امیدوار هستیم که موضوعات به شکل شفافتر مطرح بس قرار بگیره که ایجا تعریف منافع مهم هست. تعریف منافع ما هم باید مشخص باشه که ما در کجای این صحبت ها به اساس منافع ملت افغانستان قرار داره. بسیار تشکر آقای افغانیور، دوباره در برنامه برمیگردیم با شما. خاله فقیری تاس هم ډیر خره خلاص خبرغان تلک څنګه چې تاس دفانیار صاحب خبري هم اورید، ولی محدودیت خبر داده چې واقعا هم په بینمی تورنه تسپیجی چې هم اروپایی اتحاد، هم ملګر ملتون و هم امریکا او هم نور اسلامی کانفرانس دی ټول د افغانستان د اوسنی حکومت د ځینو پالیسیو په ارتباط اندیشنې څرګندې کړې دي. هغه د ښځو موضوع ده، د مکتبونو موضوع ده، د بشر د حقوقو موضوع ده، د تروریزم هلته تروریزم مسله ده. این دغه څو مسایل دي چې عموما دغه د بایمی ټولنه د دې څخه راګرځولې ده چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني او ښه رابط سره دغه کې یا یو عادي رابط سره دغه کې اعاده کړي. او زه فکر کوم چې دا تر ډېره حده پورې په خپل اسلامي امارت پورې هم اړه لري. اسلامي امارت په دې 14 میاشتو 15 میاشتو کې داسې مثبت اقدام نه دی کړی، داسې ګامونه نه دي اخیستي چې د بایمی ټولنې لپاره زمینه مساعده کړي. بایمیل ټولنه یا زموږ ګاونډیان یا د ټوله هیوادونه، جهان هیوادونه د پاره داسې زمینه برابره کړي چې هغوی د دوی د رسمیت پیژندلو کې کومه دغه خبره ټکنۍ نه وي، ټکنۍ نه وي، زړه نا زړه نه وي. اوس تر اوسه داسې معلومیږي چې ټوله حکومتونه له دې څخه بیریږي چې داسې حکومت په رسمیت وپېژني چې هغه د خپلو خلکو هغه بیخي ابتدایي چې ټولو نورو حکومتونو پېژندلی دي هغه حقوق یې د پښو لاندې کړي دي، پایماله کړي دي. لهذا زه فکر کوم چې دغه په دې مشکل کې تر ډېره حده پورې خپل اسلامي امارت ملامت دي. زه فکر کوم چې دوهې تړون تر ډېره حده پورې دغه راوستل، یعنی طالبانو ته لاره خلاص کړه، طالبان رانه له حکومت یې ونیوي د هغه تړون پر اساس باندې. یعنی په دې تړون نه دی، زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې خپل د طالبانو داخلي سیاست، داخلي پالیسۍ د دې سبب ګرځېدلې دي چې دوی په رسمیت ونه پېژندل شي. بسیار خوب آقای افغانیار، نگه داشتن محدودیت ها بر مقامات امارت اسلامی چی تأثیرات گذاشته میتواند در شرایط فعلی کشور؟ خب طبعا اینجا تعامل رابط دیپلماتیک و سیاسی مطرح بحث است و این رابط سیاسی دیپلماتیک را کی مدیریت میکنه؟ طبعا حکومت حاکم در افغانستان از طریق وزارت خارجه، وزارت های دیگه، همون شکلی که سفر اخیری که سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ابوظبی داشتن و بعضی از رجال سیاسی افغانستان به شمول حامد کرزی او سفری بیرون از افغانستان داشتن. و جالب تر این هست که یک نشستی هم امروز در هندوستان بود، انگلستان و امریکا و هندوستان پیرامون حکومتداری در افغانستان. و میشه اون موضوعات هم صحبت میکنیم. در حال حاضر امارت اسلامی آن محدودیت ها که روی مقامات امارت اسلامی وضع شده، خواسته های جهان این است که حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر،
و سایر موضوعات دیگر هم از بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از سن فششون. چی فرق کرده امارت اسلامی از 15 ماه گذشته تا حال؟ حداقل یک چیزی که به دست می آوری باید حداقل یک چیز از دست بدهید. خب ما گفتیم که حکومت فعلی امارت اسلامی میگه ما بر مبنای تطبیق شریعت و احکام دینی حاکمیت میکنیم و وقتی که مبنای حاکمیت بر این اساس باشه موضوع بس از دست دادن و به دست آوردن نیست، چرا که مبنای حکومتداری مشخص است که به کدام خط و سیر و به کدام اصول و اساس باید حاکمیت ادامه پیدا بکنه. و از طرف زمانی که نام حکومت افغانستان فعلا امارت اسلامی هست و امارت اسلامی تنها کسی که کور مدیریت میکنه، او مشخص است که چطور مدیریت میشه و جایگاهش مشخص است. اما این که میگن رعایت حقوق بشر، خود دین اسلام دین بشری هست اگر این به شکل اساسی تطبیق شود. وقتی که برای ما میگن بازگشایی مکاتب دخترانه، خب این حق تمام شهروندان افغانستان و دخترای افغانستان هست. ما بارها و قرارات عوامل این محدودیت ها چی است؟ چرا این محدودیت ها وضع میشه؟ خب متاسفانه اگر به این شکل بیاییم، خب متاسفانه اینی بر ما هم یک سوال هست که چرا ما به خاطر گرفتن ما و برنامه ریزی سیاسی خود ما فشارها را بالای مردم خود داشته باشیم. ما همیشه گفتیم زمانی که در افغانستان چیز کم 2 میلیون دخترها به مکتب نمیرن، اگر ما این را یک سرجم بزنین، این 2 میلیون 1 میلیون 2 میلیون پدرانشان هست و 2 میلیون مادرانشان هست، این میشه 6 میلیون. و اگر هر کدام از این یک خواهر و یک برادر داشته باشه میشه 10 میلیون. و عملا ما آمدیم 10 میلیون از جامعه خود را، روحشان و روانشان از برنامه فکری حاکمیت ما جدا ساختیم، به خاطر از این که هست که هم تحصیل و تعلیم حقشان هست. امیدوار به این هستم که حکومت افغانستان با رایزنی های سیاسی داخلی بر مبنای صحبت با علمای افغانستان، پس این حق این موضوعات این جامعه جهانی نیست، از هم افغان هایی میخواه او را بیان و حل بسازن. اما این که جامعه جهانی بر این مبنا صحبت میکنه، زمانی که در افغانستان حضور داشتن 2.3 تریلیون دلار بر افغانستان مصرف کردن، آیا در افغانستان ما حکومت همشمول داشتیم؟ طبعا که نداشتیم. ما می دیدیم در انتخابات مبنای انتخابات دموکراسی بود، حق رأی فردی بود. ما در جمهوریت هم حکومت فدرالی را تجربه کردیم هم حکومت صدارتی را. یک نفر اجتماعی سیاسی در حاکمیت افغانستان از نشست بن به بعد همیشه چسبیده بود. 50-50 حق ما کجاست؟ اگر نباشه باز ما سر کار بند می‌بریم. ترس باز هم ببخشن. از اینجاست. ببخشید. و میگو حق ما کجا هست؟ و در پهلویش وقتی که رئیس جمهور والی تعیین میکرد، وزیر تعیین میکرد، دفتر والی و دفتر وزیر در کابل بود، این بنای حکومت فدرالی بود. و این موضوعات را خارجی‌ها در افغانستان او آگاهی نداشتند. وقتی که صدارتی آمد، یک قسم در ارگ خورده شد، یک قسم در سپیدار خورده شد که ما از منافع ملی افغانستان ما محافظت میکنیم. آیا چنین کردند؟ پس خارجی‌ها زمانی که با بودن اشتباهاتی بود، آقای افغانیار، ولی اشتباهاتی بود، حالا باز ترس از امجاست که این بهانه ها چرا ما به دست خارجی ها بتیم که حداقل او صد چیز بهانه بگیره، پس افغانستان به یک نحوی بیاره در افغانستان مثل نشست بون، مثل دیگر نشست ها که تعیین کننده یا سرنوشت افغانستان را تعیین میکنه، در اون نشست ها باز یک سیاست غلط بازی کند. اگر هر خواسته خارجی ها که بر اساس تعریف منافع ملی ما نباشه ما قبول بکنین، باز هم خارجی ها یک صد دیگه را پیش روی حاکمیت داری در افغانستان رو مندازن. چرا که اوها میخوان حکومت در افغانستان باشه که تمثیل برنامه ها و تطبیق عمق استراتژیک منافعشان را بکنه. وقتی که امروز نشست تحت نام نشست امنیتی هرات برگزار میشه در تاجیکستان که تمام نفوذش به اندازه کابل نیست، رهبرای سیاسی افغانستان که میگن ما رهبرای منطقوی بودیم، اوها به تهران هستن، از تهران برازو اجازه نمیده سپاه پاسداران کو در تاجیکستان بروه. وقتی که نشست پیرامون افغانستان در کشورهای همسایه برگزار میشه، کسی به نمایندگی از افغانستان اوجا حضور ندارن. آیا پس بر نمیگردیم به زمان جمهوریت؟ در جمهوریت هم زمانی که حکومت حاکم جمهوریت بود و امارت اسلامی با گفتگوهای صلح در دوحه مصروف بودند، هیچ وقت نماینده اکثریتی از حکومت حاکم در اون نشست ها نبود، اما نماینده های امارت اسلامی اوجا بود. امروز که امارت اسلامی در افغانستان 1.5 سال میشه حاکمیت داره، در نشست ها پیرامون افغانستان او حضور ندارن، اما کسایی که باز میخواین دو میدان جنگ را مدیریت بکنن باز در اون نشست ها او حضور دارن. آیا که جامعه جهانی و کشورهای همسایه بر ما حکومت داری و حکومت سازی را میخواین؟ آیا او حکومت را میخواین که میخواین که در افغانستان باشه که از استانگلا تا بترخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز حاکمیت خود را او بتونن تطبیق بکنن؟ طبعا که چنین نیست.
در طول چند دهه اخیر خاصتا کشورهای همسایه و فرامنطقه افغانستان هیچگاهی نخواستند که در افغانستان یک حاکمیت باشه که مستقلانه عمل بکنه. او میگن باید بر اساس خواسته های ما در تطبیق عمق استراتژیک سیاسی افغانستان برنامه ها قبول شود. این بر ما مشکل هست که هنوز ما ملت نشدیم. تحت پوشش قوم و سمت و گروپ و نژاد و مذهب و ملیت اکثریت رهبران سیاسی افغانستان او میان سیاست میکنند. هرگاه ما به اساس اصل تعریف واحد از منافع ملی افغانستان از شمال تا به جنوب از شرق تا به غرب برنامه داشته باشیم، ایر مطمئن باشن که خارجی ها هم همنوای برنامه های فکری سیاسی داخلی ما میشه. آیا هدف از حاکمیت کردن بر ملت افغانستان هست؟ اگر ملت افغانستان هست، پس حاکمیت فعلی و جامعه جهانی کوشش بکنن که ملت افغانستان بر مبنای حکومتداری خود بیان صحبت داشته باشن. بسیار تشکر. خغل فقیری د بندیزونو در لودل کسانګه چې ما د افغانۍ ارز خام د پښتنه در لودل څه تاثیرات در لودل شي حداقل څه باید تر سره شي چې حداقل د بندیزونو بیرته لری شي. او مې سبب ز فکر کوم چې په دې برخه کې زما نظر بل دی. ز فکر کوم چې د دوه ترون په دې پر ارتباط نه لري، دا په داخلي سیاست پورې اړه لري. بیا هم وایم که چیرې طالبان خپل داخلي سیاست درست کې سمې کې، زه فکر کوم جهان آماده دی چې اسلامي امارت په رسمیت وپیژني، حتی کومکونه هم ورسره وکړي. تاسو پوهېږئ دغه اوس چې ما ورته خبرې کوو، نن مطبوعاتو کې دا خبره راغله چې بیا امریکې تقریبا 40 میلیونه ډالر نغدې افغانستان ته استولي، او په دا یوه کال کې تقریبا یو میلیارډ او 600 ډالر امریکای یوازې افغانستان ته لیږلی. دا ټول د دې نمائندګي کوي چې دنیا بجته آماده ده چې اسلامي امارات سره تعامل وکړي. تعامل کوي، یعنی تر ډېره حده پورې کومکونه ورسره کوي. دغه پیسې هیڅ ځای بل نه لیږل کېږي لکه افغانستان ته چې استول کېږي. مګر اسلامي امارات بیا هم وایم متاسفانه د دې پر ځای چې مثبت قدمونه واخلي، منفي قدمونه واخلي. چې په دې کې د اسلامي امارات څه پالیسي ده، ولې دا کار کوي، هغه د دوی د مشرانو څخه باید پوښتنه وشي. مګر په عمومي شکل زه فکر کوم د افغانستان په زیان ده، د افغانستان په ضرر ده. افغانان باید نور دیت انتظار ونه باسي او د خپل ژوندانه د نجات لپاره لاس په کار سي. بسیار زیات تشکر آقای افغانیار. زیاتره کشورهای منطقه بالخصوص پاکستان اوروز در صحبتهای خود گفته بود که باید امارات اسلامی به توافقنامه دوحه پابند باشد و عملی کنند اگر میخواهند با جهان تعامل داشته باشد. نظر شما در این مورد چیست؟ وقت در افغانستان یا بین امارات اسلامی و آمریکا توافقنامه دوحه آنقدر مهم است که حداقل در شرایط فعلی عملی کردن آن توافقنامه در شرایط فعلی افغانستان تاثیرگذار باشد؟ خب طبعا مبنای امور روابط دیپلماتیک امارات اسلامی با جامعه جهانی و توافق با آمریکایی ها در امون نشست دوحه و در او توافق نامه بود که او آمدن یک نشست و یک برنامه سیاسی مدیریت شد و بر مبنای از او بعض موادش که همگانی شد ما و شما خواندین. اوجا مشخص بود که مکلفیت های آمریکایی ها کجا هست و از افغانستان چطور براین و مکلفیت های امارات اسلامی کجا هست. و امروز ما برمیگردیم به خواسته های پاکستانی ها، خواسته های ایرانی ها، تاجیکستانی ها، هندوستانی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها. او وقتی که بر ما میگن حکومت همه شمول، کدام حکومت همه شمول؟ آیا حکومت همه شمول بر مبنای خواسته ملت افغانستان یا حکومت همه شمول بر مبنای خواسته های سفارتخانه ها و کشورهای فرامنطقوی؟ آیا وقتی که پاکستانی ها بر ما میگن که شما حکومت همه شمول داشته باشین، آیا خودشان حکم همه شمول هستن؟ آیا جایگاه برای تی تی پی تحریک طالبان پاکستان هست در حکومت داریشون؟ آزاد پختونخواها اوجا هستن، کشمیرخواها اوجا هستن. و در اواخر رئیس جمهور ایران میگفت که ما حکومت همه شمول در افغانستان میخواین، و یا در جای گفته بود که ما باید با حکومت فعلی افغانستان به مثل مغولها برخورد بکنین، یعنی اوها رو بر خود داشته باشین، خواستهایشون خواستهای خود تحمیل بکنین. آیا بیشتر از دو ماه میشه خود ایرانی ها با موضوعات سیاسی داخلی مواجه نیستن؟ آیا در حکومتداری ایران بیش از 26 میلیون سنی جایگاه داره؟ در حکومت ایران کدام سنی وزیر هست، کدام سنی سفیر هست و در پهلویش اوجه کردها جایگاه داره؟ بقایای حکومت شاهی اوجه حضور داره؟ زمانی که تاجیکستان بر ما میگه حکومت همه شمول، 20 چند سال میشه یک رئیس جمهور اوجه حاکمیت میکنه، آیا او همه شمول هست؟ ببینین این پس برمیگرده به تطبیق برنامه‌های سیاسیشون. ما امیدوار هستیم که حکومت فعلی افغانستان که امارات اسلامی هست، خاصتا هیئت رهبری امارات اسلامی، بر موازی خواسته های ملت افغانستان پایه حکومتداری رو محکم بسازین که ملت افغانستان در آینه تمام‌نمای حکومتداری خود ببینن. همون شکلی که بارها و به کرات گفتن که ما حاکمیت در افغانستان را از طریق زور نگرفتیم، ملت افغانستان در طول 20 سال با ما بود، ما حاکمیت را گرفتیم.
وقتی که ملت در طول 20 سال نان خدا با عساکر امارات اسلامی تقسیم کرد، آیا از اون ملت در حاکمیت داری و حکومت کردن نباید پرسیده شوه؟ خود طبعا این مکلفیتتان هست. وقتی که اساس حکومت داری در افغانستان تطبیق شریعت هست، حکومت داری امانت هست، این امانت از ملت افغانستان هست. پس این امانت را از ملت شما پرسان بکنید که کی در رأس حاکمیتتان باشه، در حاکمیت های منطقوی تان، در وزارت ها، در ریاست ها، در معینت ها. ملت وقتی که خودت سهیم بدانه در حکومت داری، اگر تمام دنیا هم یک طرف شوه، پایه های حکومت داری از بین نمیره. اما زمانی که ملت با حکومت هم نوا نبود، همون شکلی که 47 کشور ایجا حضور داشت، 2.3 تریلیون دلار ایجا مصرف شد، زمانی که ملت ناراحت شد و خواسته های ملت، فاصله ها چگونه ارزیابی میکنین؟ من میشه شعار می بوده که هست که آبادی وطن تعهد و تخصص می طلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. ما قبول می کنیم که اعضای هیئت رهبری امارت اسلامی مزین به تعهد و تخصص دینی و اسلامی هستند. اما از متعهدین و متخصص، از متعهدین و متخصصین دیگه هم، از کادرهای مسلکی دیگه هم در افغانستان هست، از او استفاده بکنین. اگر در طول 20 سال جمهوریت ما هیچ فایده نکرده باشین، به ده ها و صد ها هزار کادرها به سوی لیسانس و ماستری و دکترا در افغانستان فارغ شدن، چه بهتر است که در ادارات او آموزه باشن و در پلویش مسلک سازی وزارت داخل افغانستان، وزارت دفاع افغانستان، امنیت ملی افغانستان، استقلال افغانستان باید این مد نظر گرفته شود که ما همتراز با کشورهای همسایه و فرامنطقوی بتانیم افسر و عسکر خود تربیه بکنیم. افغانستان جغرافیای ما هست. ما بخوایم نخوایم در این جغرافیا پدر و پدرای ما زندگی کرده و ما مکلف هستیم خدمت بکنیم. اگر ما هم نوع و هم وطن خود بی چشم ببینیم که در حکومت گذشته ایفای وظیفه کرده، امروز ایفای وظیفه کرده نمیتونه، ما از کجا میاریم کادرها را؟ باز چند سال دیگه ما منتظر باشن که باز کادرها فارغ شوه از صنف 12، باز او بره پوانتونه بخونه، باز پوانتونه خواند، باز تجربه کسب بکنه، باز بیا خدمت بکنه. خب این نابرابری های ذهنی رو وجود میاره و از این نابرابری های ذهنی کشورهای همسایه استفاده میکنه. همون شکلی که ما دیدیم، حتی که یک کشورهای همسایه گفت که اگر میگین که ما برای شما کادرهایتان رو ما تربیت بکنیم، پس بهتر هست ما از کادرهای در افغانستان موجود هست از یا استفاده بکنیم در راستای محکم کردن پایه های حکومت داری. و ایر جامعه جهانی هم میبینه، کشورهای همسایه هم میبینن که ما چه حکومت داری میکنین. بر مبنای از او هست که خواسته های خود اضافه در میکنن و حکومت فعلی افغانستان با فشارهای اقتصادی، با فشارهای سیاسی و مواجه میسازن. اینجا تنها بار تحمل این فشارها برای کیس حکومت و تحملش کی میکنه؟ ملت افغانستان. اون مامور و کارمندی که اضافه وظیفه میکنه. بله درست. آقای افغانیار، چی جایگاهی حداقل باید پیشنهاد شوه که این مشکلات وجوده در افغانستان حل شود از طریق اون جایگاه؟ اتحاد، انسجام، همدیگر پذیری میتونه که کلید حل مشکلات افغانستان باشه. هیچ کس، هیچ افغان نگه که ما از افغان دیگه برتری داریم، نی از نظر نژادی، لسانی، مذهبی و ملیتی. ما تمام باید از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب، هم افغانها افغانستان را مادر خود بدانه و بر مبنای افغانستان اینجا که نسل های مادری دفن شده ما با هم تعامل فکری داشته باشیم. بسیار خوب. آقای افغان، آن فاصله ها که بین جهان و حکومت سرپرست آمده، از کدام جایگاه، از طریق کدام نهاد، مذاکرات، حداقل از کدام طریق باید این حل شود؟ این فاصله ها را میتونیم از طریق گفتمان و گفتگوها و روابط دیپلماتیک سیاسی حل بکنیم. مکلفیت اعظمیش برمیگرده به سرپرست وزارت خارجه افغانستان که چطور بتونین در میز مذاکره همراه جهان و خارجی ها بگین که ما میتونیم افغانستانی باشیم که با شما تعامل سیاسی داشته باشین، افغانستانی باشیم که شما میتونین از صد منابع مالی ما باشه، منابع طبیعی ما شما استفاده بکنین، از منابع گازی ما استفاده بکنین، از معادن استخراجی ما شما استفاده بکنین و بر ما هم منفعت بدین. امروز جنگ منابع هست در افغانستان. وقتی که ما در افغانستان لیتیم داریم، یورانیم داریم، طلا داریم، مس داریم، آهن داریم و سنگ ها و احجار کریمه داریم، آیا شما فکر میکنین که خواب بردن از اوها همون شکلی که خارجی ها در طول 20 سال بردن، از میدان های هوایی افغانستان، از میدان بگرام، شیندن، کابل، مزار، خوس، همون خواب را باز دوباره ندارن؟ خود طبعا که چنین هست. اوها میخوان که از منابع ما اوها استفاده بکنن. درست. آقای افغانیار، نقش منطقه و فرامنطقه، کشورهای همسایه چه نقشی حداقل بازی کرده میتونه در این که محدودیت ها حداقل برداشته شود و تعامل با جهان صورت بگیرد؟ کدام کشور حداقل مؤثر است با جهان که این یک پل شود بین امارات اسلامی و جهان؟ ببینیم، اینجا خود ما باید مؤثریت خود داشته باشیم. ما دیدیم در طول 40 سال کشورهای همسایه نقش پل را ایجاد کردن در افغانستان، از آدرس ترساندن جهان، از افغانستان میلیاردها دلار جهان را مدیریت کردن،
از آدرس ای که در افغانستان مردمش مردمی هستند که جهان را تهدید میکنند او استفاده کردند و همین جنگ های تحمیلی از 43 سال قبل که افغان ها را مهاجر ساخت امروز 4 میلیون اگر به ایران هست 6 میلیون به پاکستان هست و میلیون ها افغان به کشورهای دیگه هست او افغان ها هم باید دین خود در قبال وطنشان او ادا بکنند خاصتا کسایی که به سویه های بسیار بالا تحصیلات دارند دستشان به خون ملت افغانستان آلوده نیست از آدرس معامله کردن موقف سیاسی در افغانستان به جایگاه نرسیدن اوها کوشش کنند که در همون کشورهایی که هستند یک روابط سیاسی رو منسجم بسازن در رابطه با افغانستان اما این که کشورهای همسایه ما چنین عمل بکنن ما این را بعید میدانیم که به شمول ایران و پاکستان و روسیه و تاجیکستان و ترکمنستان چنین نمیکنن چرا که سالانه میلیاردها متر مکعب آبهای طبیعی افغانستان به کشورها وقتی کشورها میتونن از منابع ما استفاده بکنن با نصف قیمت اگر حاکمیت افغانستان پایای حکومت داری محکم باشه باز بو قیمت ارزان و یا به مفردن بازو نمیتونن که استفاده بکنن پس بناهن ما یک پیشنهاد داریم هم به حکومت افغانستان هم ملت افغانستان حکومت افغانستان باید بالای مردم خود شکل حاکمیت بکنه که قلب ملت خود دست داشته باشه و ملت افغانستان هم اتحاد و انسجام هم دیگر پذیری خود مدیریت بکنن که کشورهای منطقه و فرامنطقوی نتونن ما را استعمال بکنن بسیار تشکر ښاغلی فقیری دا منقوله لار وی چې په اسلامي امارات باندې نړیوال بندیزونه لګوي اسلامي امارات دلته خپله پالیسۍ کې تغییر نه راولي نه په هیڅ وجه دا منطقي نه منطقي لاره ده او نه هم درسته لاره ده افغانان و تعامل ته ضرورت لري افغانان ټول غواړي چې د جهان سره تعامل ولري افغانان په ډېر سخت شرایط کې دي خصوصا اوس چې ژمی هم راغلی دي په دې ژمي کې د ټولو شان قیمتونه هم ډیریږي لوړیږي د خوراکه موادو د سپنګ د موادو د انرژي د تیلو د دې د ټولو غل وړیږي او خلک د ډیر مشکلات سره مخامخ خصوصا د برق په برخه کې یعنی دا ټول افغانستان یو وابسته ملک دی یو داسې ملک دی چې پر خپل پښو ولاړ نه دی خود کفا نه دی خود بسیا ځان بسیا نه دی نو په دې برخه کې یعنی افغانان باید زه بیا هم پر ټول افغانانو پر منورینو پر لیکوالانو پر مدني ټولنو باندې ږغ کوم چې سره منسجم سي او د ایران او د چین د خلکو څخه دغه زده کړي چې کلم خلک سره منظم سي منسجم سي پر خپل حکومت باندې فشار واچي حکومت بل اخره شاتک کوي حکومت بل اخره د خلکو و غشتونو ته غاړه ږدي او که چیرې خلک په دې برخه کې چوپ پاتې سي تماشا چی پاتې سي حکومتونه بدلون نه کوي یعنی په هیڅ ځای کې حکومت ښه بدلون لپاسه نه راځي ښه بدلون عموما له کښته څخه راپورته کیږي چې کښته خلک عام خلک مطالبه وکړي عام خلک راپورته سي عام خلک پر خپل حکومت باندې فشار واچي هغه وخت حکومت په حکومت کې اصلاحات راځي په حکومت کې تغییر راځي متاسفانه افغانانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی او موږ باید د ایرانیانو او د چینایانو څخه دا شی زده کړو ولی زیاتره خلک یا د سیمې هیوادونه دا وایي چې دوحی تړون باید عملي شي دوحی تړون ته باید غاړه کیښودل شي څومره ممکنه وي چې د هیواد روان بشري ناورین یا اقتصادي ناورین حداقل د محوه کېدو لپاره دوحی تړون عملي کیدل ضرور وي یعنی واقعا هم دا زموږ په افغانانو پورې اړه لري بیا هم دا زموږ ستونزه ده زموږ مشکل دی موږ باید دا حل کړو یعنی دا د جهانیان به خواخوږي لري زه په دې کې هېڅ دغه شک نه لرم چې جهانیان د افغانانو سره خواخوږي لري نور دنیا لري مسلمانان دا نور غربي دنیا ټوله د افغانانو سره خواخوږي سته یعنی انساني فطرت دغسې دی چې د بل چا سره خواخوږي موجوده وي مګر دا د هغه سړي کار دی چې حالت موجود دی او دا د افغانانو کار دی چې افغانان په خپل مشکل باندې اول کار وکړي د خپل مشکل پر حلولو باندې بیا د جهانیانو څخه کومک وغواړي یعنی جهانیان په دې کې زه ملامتي پر جهانیانو باندې نسته واقعا هم نږدې دغه پیسې چې موږ وایې ورلېږل کېږي دغه نور کومکونه چې د ملګرو ملتونو د اروپایي اتحاد د نورو خواو څخه د حکومت سره کېږي د دې باید حساب وسي دا چیرې مصرفېږي چیرې څه په کېږي دغه یو میلیارد او 400 میلیون افغانۍ ډالر نغدې چې امریکایانو افغانستان ته لیږل دا څه په کېږي چیرې ولاړې دا پیسې یعنی دغه پوښتنه به افغانان باید زه فکر کوم موږ افغان ملت ډېر ملامت یو موږ افغان ملت د خپلو د خپل برخلیک په برخه کې ډېر بې تفاوته یو تماشاچي یو موږ عموما نه نورو څخه څه غواړو
او هغه هم دا غواړو چې بل ټول کار نور ته وکړي او بیا موږ لاس په کار کېږو هم نه. یعنی دا زموږ وظیفه ده، زموږ د افغانانو وظیفه ده، زموږ د منورینو وظیفه ده، زموږ د مدني ټولنو وظیفه ده چې خلک سره منسجم کړي، په خلکو کې آگاهي راولي، عامه پوهاوی راولي او خلک دې ته منظم کړي چې پر خپل د خپل حکومت سره د خپلو مشرانو سره حساب کتاب وکړي چې دغه پیسې څه کېږي، چیرې ځي، په چا باندې مصرفېږي، پیسې راځي او موږ ورځ په ورځ هم غریب کېږي. یعنې تاسې به امید صاحب دا د ګالپ سروې حتما ویلي وي، د ګالپ د عامه افکارو سروې چې افغانان تقریبا 100% وایي زموږ ژوند خراب دی، تقریبا 98% افغانان ویلي دي چې زموږ ژوند خراب دی، موږ د آینده په برخه کې ښه امیدونه نه لرو، موږ د آینده په هکله ښه پیشبیني نه کوو. مګر بیا هم هیڅوک په دې برخه کې پیشقدم کېږي نه، هیڅوک پر خپل حکومت باندې دغه نه کوي، انتقاد نه کوي چې یاره دا خو ستا وظیفه ده، د افغانستان د فقر دا خو ستا وظیفه ده، ته حکومت یې، ته باید دا کار وکړې. زه فکر کوم چې موږ خپل افغانان ډېر ګرامي په دې برخه کې او موږ خپل افغانان باید پیشقدم اوسو. ډېره مننه ښاغلی فقیري، بیرته تاسو ته راګرځو په خبرونه کې. خوی افغانیار، یک چیزی که آگاهان روابط بین الملل ارائه میکنه و این است که توافق نامه دوحه نه عملی کردنش، روز به روز فراموش شدن او توافق نامه مشکلات ایجاد میکنه و مشکلات رو به افزایش است، بحران بشری، بحران اقتصادی در افغانستان. چی نقش رو داشتن میتواند؟ خب طبعا کشین وقتی که زمانی که میگن توافق نامه دوحه، آیا در یکی از ماده های توافق نامه دوحه این نبود که ایالات متحده آمریکا حریم افغانستان را نقض نمیکنه؟ آیا در همی اواخر ما ندیدین و در ماه های گذشته ندیدین که آمریکایی ها حریم افغانستان را آمدن نقض کردن و مردم و ملکی افغانستان را موها شهید ساختن؟ اگر امروز حاکمیت فعلی هم با پایبندی نکرده، خب آمریکایی ها هم پایبندی نکردن. و زمانی که ما میگیم پایبندی در سیاست اگه معقول است، میگم منافع مهم نیست، تعریف منافع مهم هست. پایبندی به کدام اساس باشه؟ تعریف منافع کی؟ وقتی که آمریکایی‌ها منافعشان را میخواهند، آیا حکومت فعلی افغانستان منافع خود را نمیخواهد؟ بسیار خوب آقای افغانیار، آن چیزی که از سوی کشورهای منطقه یا همسایه‌ها ارائه میشود، مثلا پاکستان، وزارت داخلهش گفت که در حال حاضر تی تی پی عملا در خاک افغانستان در حملات خود به ضد پاکستان استفاده میکنند، همچنین ازبکستان، تاجیکستان، در سرحدات با ایران و سایر همسایه های دیگه ما. این چقدر یک بهانه حداقل در دست آنها داده میتواند که این یک بهانه است و چقدر فاصله بین افغانستان و جهان ایجاد کرده میتوانند؟ جناب امید صاحب، شاید بحث ما شمارت افغانستان هست. در مبنای حکومتداری امارت اسلامی خو 1.5 سال میشه حاکمیت داره. آیا عمر تی تی پی در پاکستان 1.5 سال هست یا ده ها سال میشه که او در جغرافیای پاکستان به خاطر آزادی خواهی خود و مبارزه میکنن؟ خب یک موضوع بحثی هست که او یک موج سواری سیاسی را میخوایم مطرح بسازم. وقتی که تاجیکستان میگه ما از افغانستان هراس داریم، آیا امروز تاجیکستان میزبان افراد و اشخاص نیست که در افغانستان باز دو میدان جنگ را میخوایم مدیریت بکنه؟ وقتی که ایران میای میگه ما در هراس هستم از افغانستان، در سفر اخیری که در تاجیکستان بود، آیا اسماعیل خان میخواست سفر بکنه بره به تاجیکستان، سپاه پاسداران پیش رویش نگرفت، برش اجازه نداد که بره؟ ببینین امروز هم اوها میزبان هستن. آیا از همو ایران که همسایه افغانستان هست، پای اولاد افغانستان به جنگ سوریه و عراق کشانده نشد و ده ها هزار هزار کشته نشدن؟ از همو ایران که همسایه ما و شما، از پای اولاد افغانستان عسکر و افسری که از نابرابری ذهنی به ایران رفت در 1.5 سال گذشته، پایشان به جنگ اوکراین و جنگ روسیه کشیده نشد؟ چطور شد ما حراس خود به کی بگیم که از کشورهای همسایه ما در حراس هستیم که اوها برای ما مدیریت جنگ را میخواهند بکنن؟ ما به کی بگیم که باز اوها میخواهند در افغانستان دو میدان جنگ ایجاد شود و در این دو میدان جنگ افغان از بین برود، که اشک پدر افغان، مادر افغان، خواهر افغان بیاید؟ اینو ما به کی بگیم؟ امروز هم که پاکستان اعلام میکنه که در از طریق افغانستان ما مورد هدف قرار میگیرین، آیا خودش پایگاه ها را اوج مدیریت نمیکنه؟ ما خب پیسه نداشتیم، یک 1.7 میلیارد دلار جامعه جهانی بانک انکشاف سازمان جهانی بر افغانستان پیسه هایش چاپ کرد که به افغانستان آمد. پیسه های فرسوده در بازارهای ما است. آیا با اون پیسه فرسوده افغانی ما میتونیم که جنگ را مدیریت بکنیم؟
این یک مایسوری سیاسی است که استخبارات فرم منطقوی پیرمون افغانستان میگه این را باید حکومت فعلی افغانستان کشف و استخبارات و امنیت ملی وزارت داخل افغانستان این اکتیو باشن وزارت افغانستان وزارت خارجه افغانستان اکتیو باشه پیرامون موزیگیری از بعد موزیگیری سیاسی داشته باشین دیپلماتیک داشته باشین که برادر همین گپ را تو مثلا بس میسازی به کدام اساس است به کدام اصل است آیا زمانی که 1.5 ماه قبل سفر وزیر خارجه پاکستان به امریکا بود وقتی که به امریکایا گفت بر ما پیسه بدین گفتن از دوست استراتژیکتون از چین بخواین شما خب ببینید اینجا موضوع چی است هدف این هست که او باز افغانستان را به جامعه جهانی طور جلب بدن که منبع خطر افغانستان هست شما بر ما کمک بکنین شما بر ما پیسه بدین که اینجا ما مصرف بکنین افغان ها را به جان هم پرتین اینجا یک آگاهی سیاسی مورد ضرورت هست که باید هم از طرف مردم افغانستان و هم از طرف حاکمیت افغانستان اینجا مدیریت شود بسیار تشکر دوباره در برنامه برمیگردیم خاغل فقیری توک دستون زده حل پلاته که ندی البته که دا سوال پدی شکل در واخلو ولی د نړۍ او د افغانستان یا د سرپرست حکومت ترمنځ یو منبع نه جوړیږي لکه په قطر کې چې تلس میاشتو مذاکرات مخکې لاړل ولی په یو هیواد کې یو منبع نه جوړیږي چې حداقل اوسنۍ ستونزې ورڅخه حل شي هغه محدودیتونه چې د افغانستان پر اسلامي امارت په لوړ پوړو چارواکو باندې لګېدلي دي دا هم له منځه لاړ شي یعنی بیا هم بین الافغاني مذاکرات کدا دننه وي که بهر وي بله هیچ چاره نسته پرته له دې چې خپل افغانان په خپل منځ کې سره کښېني دا مشکل افغاني دی افغانان باید سره حل کړي او موږ باید نور ته اجازه هم ورنکو چې راس موږ مشکلات سره حل کړي یعنی دا په خپل موږ مداخلو ته لا دغه خلاصو دروازې خلاصو موږ افغانان باید دا په دې پوسو چې دا ملک د ټولو افغانانو دی یوازې د طالبانو نه دی یوازې د 15 کسانو نه دی دا په ټولو افغانانو پر اړه لري او ټول افغانان باید په دې کې ځان وګوري یو مشروع حکومت هغه دی چې په خلکو کې شی ولري د خلکو ملاتړ ولري خلک ځینې خوشاله وي دغه سي حکومت نه وي چې خلک ځینې تښتي او خلک فرار ځینې کوي زه فکر کوم یعنی بل هیڅ لار نهسته پرته له دې له بین الافغاني مذاکراتو څخه د افغانانو ترمنځ جرګو څخه او په جرګو واقعا هم یو کار کیږي او تر څو پورې چې جرګه هغه وخت کېدلی شي چې حاکمان غاړه ورته کښېږدي اوس حاکمان غاړه نه ورته ږدي ځکه حاکمان په دې پوهېږي که چیرې جرګه راسي خلک راسي شایي خلق نیوی خلق انتخاب کی خپل افغانان نیوی خلق هم وخت او دینه غواړي چې د قدرت د نور سره شریک کی نور خلق مشکل داخل کی او د افغانان تاریخي مشکل دی همیشه افغانانو چې ضربلې دلې ده دغه ځای سره دلې ده چې هر څوک چې پارګ نه نوتلی دي بیا نه راوځي یا باید مړ شي یا باید فرار وکړي او یا باید یو څوک هغه ووژني حالت یې ووژني او ارض ځینې ونیسي زه فکر کوم چې دا لوی مشکل دی او اساسي مشکل هم دغه دی ته فکر کوه یو ښه خبره به دا نه وي چې د افغانستان اسلامي امارت ملت ته مراجعه وکړي حداقل په داخل د افغانستان کې یو لکه مخکې چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي و بین الافغاني مذاکرات د منځ ته راسي بله هیڅ لار نهسته امید صاحب بله له هیڅ لار نهسته پرته له دې چې خپل افغانان سره کښېني بین الافغاني مذاکرات شروع سي او طالبان له دغه خپل انحصار څخه د قدرت د انحصار څخه راکښته سي د مولوي شهاب الدین خبره درسته نه ده د شغلی حکمتیار او شغلی کرزی صاحب خبره درسته ده هغه سه باید وسی افغانان باید خپل حکومت کې خپل ځان وویني او دا بیا هم وایم دا یو افغاني مشکل دی تر څو پورې چې افغانان په دې برخه کې پیش قدم نه سي تر څو پورې چې افغانان په دې برخه کې شکل نه سي هیڅ څوک زموږ مشکل سره حالي او هغه دغه وړاندیزونه چې موږ څو واریم کړي دي ستاسو سره په نور ټلویزیونو کې تو افغانان باید په خپله د خپل ستونزو په حلولو کې رامخته سي طرحې وړاندې کړي ابتکار دغه کې ترلاسه کړي بیا بینمی ټولنه هم کومک کوي زه فکر کوم بینمی ټولنه په دې برخه کې د افغانانو سره بیخي کومه کوي چې افغانان په دې وتوانېږي چې د خپل ځان لپاره یو مشروع حکومت جوړ سي یو داسې حکومت چې هغه هم شمول نه وي ټول خلک خپل ځان په کښې کې وویني 1% ملایان نه وي طالب شاهي او ملا شاهي نه وي دغسې حکومت وي چې په هغو کې خلک ځان وویني دغه اوسنی حکومت چې دی دا نه د افغانستان نمایندګي کوي نه د افغانانو د ښارونو نمایندګي کوي دا یوازې د یو کوچني فیصد ملایان او طالبانو نمایندګي کوي هغه په هیڅ وجه مشکلای نه سي زه فکر کوم چې د کرزي صاحب او د حکمتیار صاحب بلاندیز درست وړاندیز دي پر هغه باندې باید کار وسي
کچیته د بحث په جمع کې راټول شو وو وایي چې د دوه ته د مولا محمد البته متحده عرب امارات ته د مولا محمد یعقوب مجاهد سفر همدارنګ انس حقانی څرګندونه چغل تکړی دی ویل چې سیاست کې باید ټول قومونو ته د داخل شدو موقع ورکړل شي او جای باید ورته ورکړل شي. هغه انس حقانی ویل دي چې په افغانستان کې اوس افغانستان له سره بحران نه وتلی دی او سرتاسري امنیت ده، یو ښه فرصت ده د سولې. خلکو ته څومره د قناعت او د اعتماد وړ دي دا خبرې؟ امیدي چې عمل په وکړي. دوی دا کله کله داسې خبرې وکړي مګر عمل نه په کوي. په عمل کې چې موږ وینو حکومت انحصاري دی، یوازې طالبان دي، یوازې دوی دي. څو وزارتونه یوازې د حقانی صاحب په برخه رسېدلي دي، حقانی صاحب څو وزارتونه یوازې د نورو د کندهاریانو په برخه رسېدلي دي، څو وزارتونه د نورو ملایانو په برخه رسېدلي دي. یعنی انحصار دوی دی په خپله. کله کله دا وایي چې دا حکومت دی او ټوله پکې شامل دي. حال دا چې نه دي شامل، یعنی همشمول نه دي. ټوله پوهېږي چې دا حکومت همشمول نه دي. او اساسي مشکل هم دغه دی چې حکومت همشمول نه دی، حکومت انحصاري دی، حکومت د یوې ډلې په لاس کې دی. او دا خبرې دوی کاشکې په خپله په دغه کې وکړي، په کابل کې پر دې باندې عمل وکړي، یوازې په خبرو نه کېږي. سړی خبرې وکړي، باید عمل باندې وکړي، باید یو جرګه راوغواړي، د افغانانو جرګه راوغواړي او دا موضوع حل کړي. په هغه صورت کې واقعا هم بله لاره نشته. بیا هم وایم دوی په خپله هم چې راسي بېرته هغه ځای ته راځي، مګر عمل نه باندې کوي. تر څو چې عمل ونه شي هېڅ شی نه حلېږي. عمای صاحب د حل لاره بیا هم وایم، یو شموله مشروع حکومت دی چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني او د دغو تورونو څخه خلاص شي. دغه حملې چې د پاکستان پر سفارت وسولې او پر حکمتیار وسولې، دا د پاکستان لاس نور هم قوي کوي. او پاکستان دغه جهانیان ته وایي چې مرکز د تورستان افغانستان دی. نو یعنی دا په خپل هغه تور چې په جهان کې موجود دی چې دا د تورستان او مرکز باندې بدل شوی دی، هغه نور هم تقویه کیږي. نو د دې لپاره چې دغه تور د افغانانو څخه ایست سي، افغانان واقعا هم په خپل د تروریزم اصلي قرباني افغانان دي. افغانان باید د ډیپلوماټیک دغه قدرت ولري، دغه ژبه ولري، دغه استعداد ولري چې جهانیانو ته دا وشي چې موږ اصلي د تروریزم قرباني یو. موږ تروریستان نه یو، موږ اصلي قربانیان د تروریزم. دغه باید دغه سي او د زمر د ګاونډیانو کدا پاکستان دی کدا تاجکستان دی و دا اندیشنو ته باید درست جواب ویل سیږي. هغوی باید قانع سي، جهان باید قانع سي چې افغانستان نور د تروریستان او میله ځای او تمځای نه. ډیره مننه، ډیره زیاته مننه. آقای افغانیار، کی در جستجوی حل مشکلات در افغانستان نیست؟ فعلا در افغانستان مردم افغانستان در یک وضعیت بد اقتصادی بشری قرار دارد. حداقل ما بتوانیم از این وضعیت فعلی در آستانه زمستان هستیم. اینجا دو موضوع مطرح است، یکی بعد داخلی، یکی بعد خارجی. بعد داخلی، جمع از رهبرای سیاسی افغانستان، رهبرای تنظیم ها و رهبرای گروپ های قومی یا نمیخوان که در افغانستان یک آرامش به وجود بیاید، چرا که او همیشه از میل تفنگ خود زراندازی کردند. اگر باز در افغانستان یک حاکمیت باشه که همه در او آرام باشند، باز میل تفنگ از او به کار نمیآید. ایوا هیچ گاهی نمیخواد در افغانستان چنین شود و از طرفی جمعی از کشورهای خارجی نمیخواد که چنین شود، به شمول کشورهایی که در طول 20 سال در افغانستان حضور داشتند. وقتی که در طول 20 سال آمریکا تحت نام اتحادیه اروپا کشورهای عضو ناتو را در افغانستان مصروف ساخت، امروز او را در جنگ اوکراین مصروف ساخته. باز این تجهیزات را که او تولید میکنند، این سر کی بفروشند؟ باید یک کشوری باشه که از او آدرس کشورها را بترسانند، باز او بتوانند این را به فروش برسانند. اینجا باید حاکمیت فعلی افغانستان به ملت افغانستان همون شکل که گفته رجوع بکنه و از ملت خود بخواهد که ما چی کنیم در راستای حل مشکلات افغانستان. هرگاهی ما در افغانستان ملت خود را در آینه تمام نمای حکومتداری داشتین و کشورهای دنیا و فرامنطقه دیدن که ملت افغانستان آرامش روحی را و روانی پیدا کردن، طبعا باب گفتگوها و روابط دیپلماتیک با حکومت فعلی افغانستان اینجا باز میشه. اگر ما چنین نکنیم، باز هم فشارها زیادتر شده میره و کسایی که خواب تجزیه افغانستان را میبینن، نابرابر ساختن ملت افغانستان را میبینن، اوها میگن که ما به خواب ما محتمل خواهد شد. بسیار زیاد تشکر. در افغانستان د واحد ملت د ول د بهیر مشر دکتر زلمی افغانیار پوپل او د نړیوالو اړیکو په واحد لا فقری ل دوړ ملمنو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې بحث کوم را سره ګډون وکړ. لته سوریدون کولیدون کوم ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې د مزموک سره وخت په خیر.